سلام من علی شیرازی هستم امروز سه شنبه نهم اردی به و این برنامه بررسی روزنامه هاست حضور حسن روحانی در تلویزیون برای صحبت با مردم سوژه اصلی روزنامه های امروز بوده که در کنار سایر اخبار به آن پرداختند و ما هم همراه شما به مرور آنها خواهیم پرداخت روزنامه اعتماد در تیتر یک با اشاره به گفتگوی تلویزیونی حسن روحانی که قرار است امشب پخش شود گزارشی درباره انتظارات و مطالبات افکار عمومی از دولت یازدهم منتشر کرده این روزنامه با اشاره به اینکه حسن روحانی امشب برای چهار رومین بار از زمان روی کار آمدنش در یک گفتگوی تلویزیونی با مردم سخن میگوید نوشته رئیس دولت یازدهم در حالی به گفتگوی رودر رو با مردم خواهد نشست که این روزها جامعه درگیر مباحث مهمی همچون بالا رفتن قیمت بنزین و بحث انصراف از یارانه هاست. موضوعاتی که اگر دولت نتواند آنها را به درستی مدیریت کند برای او مسئله ساز خواهد شد و میتواند در میزان محبوبیت او در جامعه و کسانی که به او رأی دادند تأثیر گذار باشد. چرا که بی تردید بالا رفتن قیمت بنزین به زودی بر قیمت کالاهای اساسی تأثیر خواهد گذاشت. اعتماد همچنین نوشته به باور صاحب نظران زمان انتقاد از دولت پیشین در سخنان روحانی گذشته و مردم در انتظار سخن گفتن او از کارهایی هستند که وعده آنها را پیش از این در سخنرانی های انتخاباتیش به مردم داده بود. این روزنامه یکی دیگر از انتظارات مردم را توضیح حسن روحانی درباره سبد کالای جدیدی عنوان کرده که قرار است تحت عنوان بسته امنیت غذایی در این ماه توضیح شود روزنامه اعتماد همچنین یادآوری کرده حسن روحانی این بار در حالی از طریق تلویزیون به خانه های مردم می رود که این روزها بازار شایعه و فیلمسازی در مورد او داغ است از ماجرای میهمانی همسرش در سعدآباد گرفته تا ماجرای ساخت فیلمی مستند درباره او که سطح واکنش ها به این دو موضوع حتی تا علی لاریجانی رئیس مجلس نهم هم بالا رفته و اکنون مردم در انتظار پاسخ حسن روحانی به این حملات هستند پوریا محمدی در یادداشتی در روزنامه ایران با عنوان عبور دولت از حاشیه سازان با این پرسش مقاله خود را آغاز کرده که از حمله مستقیم به همسر رئیس جمهوری تا هدف قرار دادن شخص روحانی با انتشار فیلم های غیر واقعی تا بی ثباتی غیر طبیعی این روزهای بازار ارز چه پیامی حاصل می شود؟ آیا می توان نتیجه گرفت که یک برنامه مخفی علیه دولت طراحی شده است؟ نویسنده در ادامه باز هم پرسیده که ماجرا چیست و چرا در شرایطی که اوضاع اقتصادی اجتماعی و سیاست خارجی کشور آهنگ بهبود دارد گسلهای تندرو داخلی و آمریکایی اینچنین فعال شدند. به اعتقاد نویسنده طبیعی است که حاشیه سازان زمانی در تعقیب اهداف خود کامیاب می شوند که طرف مقابل را به گود بازی های خیش بکشانند اما شواهد حاکی از آن است که دولت یازدهم نه تنها وارد چنین بازی نشده که با ادبیاتی متفاوت سعی در روشنگری نسبت به طبعات چنین اقدام های منفی برای منافع ملی کشور دارد فرشته تاهرپور یکی از مدعوین مهمانی همسر رئیس جمهور نیز در یادداشتی در روزنامه اطلاعات با این مقدمه که برخی خبرگزاری ها و اشخاص روایت های عجیب و غریب و دور از حقیقت از مهمانی همسر رئیس جمهور ارائه دادن نوشته مگر می شود این همه تفاوت و خبر نادرست را از مجلسی شنید که قایبان چیزهایی در آن دیدند که شاهدان ندیدند آن نماینده محترم مجلس چگونه میتواند برای تحریک افکار عمومی با طرح اخبار غیرواقعی به همسر رئیس جمهور کشور بر چسب های کنایتی بزند آن هم در ایام بزرگداشت مقام زن آن یکی نماینده مجلس چگونه میتواند از سکه گرفتن همه میهمانها ها قصه بسازد و احتیاط نکند از کشیده شدن پرونده تهمت زدنش به دادگاه های صالحه و از آن مهمتر به دادگاه خدای حضرت فاطمه خانم تایرپور در پایان نوشته که سفره آن مهمانی با غذاهای مختصر و سردش بویی نداشت اما انگار بوی سوختگی دل و دماغ بعضیها خیال فروکش ندارد روزنامه شهروند اما گزارشی درباره خرید و فروش کودکان در تهران منتشر کرده. شیده لالمی گزارش نویس روزنامه شهروند در این گزارش به سراغ مادران معتاد به مواد مخدر در دروازه تهران رفته و ضمن گفتگو با برخی از آنها همسایه ها و نیز مددکاران اجتماعی از موارد متعدد خرید و فروش نوزادان خبر داده. روزنامه شهروند نوشته نوزادان مادر مادران معتاد در همان هفته اول تولد مشتری دارند خرید و فروش آنها آسان است چون هویتشان جایی ثبت نشده نه شناسنامه ای دارند نه برگ تولدی و در فهرست زندگان این دنیا نشانی از آنها نیست انگار که اصلا نبودند این روزنامه با اشاره به اینکه دلالان بچه ها با مادران معتاد و آسیب دیده در ارتباطند نوشته بچه های آنها را یا باند های توضیح مواد مخدر می خرند یا گروه هایی که کودکان را برای گدایی و دست فروشی به کار می برند. گاهی هم افرادی که بچه دار نمی شوند اما با توجه به شرایط خاص مادران و اعتیاد آنها کمند کسانی که بخواهند بچه ای را به فرزندی بپذیرند و از بین این بچه ها یکی را انتخاب کنند. به گزارش شهروند برخی از مادران معتاد بچه هایشان را بسته به اینکه در چه حالی باشند قیمت میگذارند از 100 هزار تومان تا 5 میلیون تومان و برای, و برای از دست دادن بچه هایشان احساس فقدان ندارند بچه هایشان که میروند بچه هایشان را که میبرند انگار که از اول نبودند اعتیاد, آن... اعتیاد, آنها را با خود برده نه فقط آنها را که خیلی چیزها را آنها احساس مادرانگی را از دست دادند یا عادت کردند که از دست بدهند محیا واحدی مددکاری که اهالی و ساکنان کوچه های از جمله شماری از مادران معتاد را خوب میشناسد درباره یکی از این مادران معتاد به نام سمیه که یکی از فرزندانش را فروخته به روزنامه شهروند میگوید سمیه وقتی زایمان کرد بچه هایش به ما خبر دادند که در خانه زایمان کرده بچه ها می گفتند رفتیم تو دیدیم همه جا را خون گرفته فقط سمیه نیست خیلی از مادران معتاد برای وضع حمل به بیمارستان نمی چون تولد و هویت بچه آنجا ثبت می شود و دیگر نمی توانند آنها را بفروشند به گفته این مددکار اجتماعی برخی از مادران معتاد در منطقه دروازه‌قار تهران در شرایط عادی زایمان نمی کنند. شیشه میزنند و اصلا درد زایمان را نمیفهمند. از سمیه که پرسیدم چطور در خانه زایمان کرده گفت اصلا نفهمیده بچه کی به دنیا آمده و از این زنان که مثل زنان عادی نیست بچه که به دنیا می آید خیلی زود بلند می شود و راه می افتند خیلی ها هم بعد یا هین این زایمان های خانگی کارشان به بیمارستان می کشد. اما تا جایی که بتوانند بیمارستان نمی رون. فاطمه جمالپور هم در گزارش اصلی روزنامه شرق به موضوع سانحه واژگونی اتوبوس شرکت واحد در بزرگراه آزادگان تهران پرداخته که بر اثر آن 8 نفر کشته و 24 نفر مجروح شدند. به نوشته این گزارش دختر 28 ساله‌ای که نه صبح دیروز سوار اتوبوس چیتگر به سمت همت شده بود شاید به مقصد دانشگاه یا سرکار هیچگاه فکر نمیکرد. کمتر از چهار ساعت بعد تبدیل به یک جسد مجهول الهویه در سردخانه بیمارستان فیاز بخش شود آن هم بعد از دو عمل جراحی سنگین و تلاش برای نگه داشتنش در این دنیا در همین حال اسماعیل دوستی عضو کمیسیون عمران و, و حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره به معضل فرسودگی ناوگان حمل و نقل شهری تهران در همین روزنامه نوشته در سالهای گذشته به علت برخورد سیاسی دولتهای نهم و دهم با مدیریت شهری تهران دولت از پرداخت سهم خود در تکمیل ناوگان حمل و نقل شهری سر بازد. و حالا نگاهی به صفحه اول برخی از روزنامه های امروز جمهوری اسلامی وزیر کار ما با تفاوت افزایش حقوق امسال بازنشستگان تأمین اجتماعی پرداخت می شود کیهان حد اکثر سود بانکی 21 درصد تعیین شد جوان سخنگوی قوه قضایی مصرف مشروبات الکلی را در بند جنجالی تایید کرد بند 350 بی بند و بار بود دنیای اقتصاد نسخه مهار نوسانات دلار ابرار سرتی حجازی دستور رهبری موجب دقت افزایی موشک های بالستیک شد آفرینش ورود قوه غذاییه به موضوع انتشار فیلم من روحانی هستم وطن امروز با صعود قیمت به 3400 تومان تب دلار بالا گرفت روزنامه آفتابی از از احتمال خروج سپرده ها از بانک ها خبر داده و از قول عزت الله یوسفیان ملا نماینده فعلی و حادی حقشناس نماینده پیشین مجلس نوشته زمان فعلی برای کاهش نرخ سود بانکی مناسب نیست و احتمال خروج سپرده ها از بانک ها وجود دارد به گزارش این روزنامه به درخواست رئیس کل بانک مرکزی از بانکداران مبنی بر ساماندهی نرخ سود بانکی بانک های دولتی و خصوصی به توافق رسیدند که نرخ سود بانکی را در دامنه 10 تا 21 درصد تعیین کنند اما این توافق بانک ها هنوز از سوی شورای پول و اعتبار تصویب نشده آفتابی از در این حال پرسیده باید دید که آیا اختلاف حدود ده درصدی کف نرخ سود با نرخ تورم باعث خروج سپرده های مردم از بانک ها و ورود آنها به سایر بازارهای موازی نمی شود؟ عزت الله یوسفیان ملا از کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم ضمن انتقاد از عملکرد بانک های ایران و تاکید بر اینکه بانک ها خیری برای مردم ندارند به این روزنامه گفته تصمیم دولت برای کاهش نرخ سود سپرده ها باعث خروج بخشی از سرمایه ها از بانک ها می شود. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم نه تاکید کرده افرادی که سرمایه های میلیاردی دارند با کاهش سود سرمایه خود را جای دیگری میبرند مثل حوزه مسکن یا سکه یا دلار اما کسانی که سرمایهشان پایین 500 میلیون است ترجیح می دهند این سرمایه در بانک ها بماند هادی حقشناس اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز با اشاره به آنچه تجربه تلخ سال 85 توصیف کرده گفته در آن مقطع دولت به شکل دستوری قیمت نرخ سپرده سود سپرده های بانکی را کم کرد چون آن زمان ما دارای تورم فزاینده ای بودیم و دولت سیاست های پولی و مالی مناسبی را اتخاذ نکرد و منجر به این شد که پول از بانک ها خارج و به سایر بازارها تزریق شود و اقتصاد را نامتعادل کند هادی مؤمنی در گزارشی در روزنامه جهان صنعت نوشته بورس به میدان تازه بحرانسازی برای دولت روحانی تبدیل شده که البته با اقدام سریع وزیر اقتصاد فعلا اولین بحران و چالشی که میرفت برای دولت گران تمام شود در نطفه مهار شد. در ادامه نیز معاملات این بازار پس از ریزش های شدید که باعث افت چند هزار واحدی شاخص کل شده بود به حالت عادی برگشت و دیگر شاهد موج وسیع نگرانی ها در میان سهامداران و فعالان بازار نیستیم در ادامه این گزارش با بررسی لایه های مختلف بورس آمده در فضایی که دولت حسن روحانی توسط گروه های سیاسی تند رو از سیاست خارجی تا سبد کالا از یک جشن ساده زنانه تا نرخ تورم کاهش یافته تحت فشارهای مستمر و بیپایان است گروه های به تعبیر نویسنده خاکستری حاضر هستند با به چالش کشیدن نهادهای اقتصادی سرمایه پذیر از جمله بورس ارز و طلا عملکرد سیاهی را از دولتی که حتی یک سال از فعالیت آن نمیگذرد برای مردم به نمایش بگذارند اما شمسدین خارغانی کاردار سابق ایران در انگلستان در سرمقاله روزنامه آرمان با عنوان ایران و انگلیس و دیپلماسی زمان با اشاره به سفر سایمون گس مدیر کل سیاسی وزارت خارجه بریتانیا به تهران نوشته ما باید سعی کنیم تا تنش های ایجاد شده میان دو کشور را برطرف کرده و در عادی سازی روابط کوشش کنیم. به نوشته این مقاله به محض اینکه ما دوره تنش را طی کنیم، عادی سازی روابط ادامه پیدا می اما از طرفی گروه های وجود دارند که مانع این عادی سازی خواهند شد. به اعتقاد نویسنده در دیپلماسی زمان نقش مهمی در توسعه روابط دیپلماتیک دارد. هرچه زمان طولانی تری هر چه زمان طولانی تری با یک کشور تنش نداشته باشیم توسعه روابط در سطوح مختلف گسترش خواهد یافت ایران و انگلیس دارای دو قطب قابل قبول در حوزه های سیاسی و اقتصادی در منطقه خاورمیانه و اروپا هستند و مجبورند که روابط خود را با یکدیگر حفظ کنند روزنامه فرهیختگان اما از تداوم بحران مرگ میلیون ها ماهی در سد فشافویه خبر داده و نوشته اگرچه آب به دریاچه سد فشافویه نرسد کم آبی باعث مرگ 27 هزار رأس گاو موجود در بزرگترین مجتمع صنعتی دامپروری ایران می شود این روزنامه در گزارشی میدانی از تراژدی گاوها و ها در فشافویه نوشته مرگ ماهی های دریاچه صد موسا کلانتری معروف به صد فشافویه از روز دوم اردی بهشت آغاز شده و همچنان ادامه دارد. ماهی های حساس و ضعیفتر روزهای اول جان خود را از دست دادند و ماهی هایی مانند کپور که مقاومترند در همین روزها در حال مرگ هستند. مرجان حاجرحیمی رحیمی گزارش نویس روزنامه فرهیختگان در این گزارش با اشاره به حضور گروه های مختلفی از کارشناسان اداره های آب و فاضلاب محیط زیست، فرمانداری، بخشداری و سایر مقامها در کنار سطح فشفویه نوشته پس از رسانه‌ای شدن مرگ ماهی ها حالا کارشناسان همه اداره, ها، اداره های مرتبط به تکاپو افتادند تا دلیل اصلی مرگ و میر بیش از دو میلیون قطع ماهی دریاچه سد فشافویه را کشف کنند اما گوش شنوایی وجود نداشت زمانی که مسئولان مجتمع دامداری دامگستر را برای پیشگیری از این فاجعه زیست محیطی هشدار دادند و از همه کمک خواستند تا یکی از شرکت های تعاونی خدماتی منطقه را ملزم به رعایت تعهداتش مبنی بر دادن حقابه صد فشافویه از طریق آب رودخانه کن و کانال نواب صفبی کنند. روزنامه فریختگان هشدار داده که پس از مرگ میلیونها ماهی اکنون هزاران رست گاو در مجتمع دامپروری دامگستر در کنار سد فشافوی نگهداری می شوند نیز در معرض خطر مرگ قرار دارند و تنز آیدین سیارسری در روزنامه قانون با عنوان دعوت می کنیم اما راه نمی دهیم. پری روز خبر بامزه ای در سایت ها منتشر شد که خلاصش این بود که روز یکشنبه دانشگاه شاهد برای تقدیر و تشکر از نرگس آبیار کارگردان فیلم شعار صد... شیار 143 دعوت کرده بود. نرگس آبیار هم به دانشگاه رفت ولی حراست دانشگاه به دلیل نداشتن چادر از ورود او جلوگیری کرد. جالب است که با وجود این شرایط مراسم را هم برگزار کردند احتمالا جایزه ها را هم به روح نرگس آبیار دادند. ولی بیایید نیمه پر لیوان را ببینیم می همه جایزه ها را پس بگیرند یا در حالت شدیدتر خانم کارگردان را بیاندازن توی ون و با خودشون ببرن حالا خوب شد دوستان مسئول برگزاری مراسم و اسکار نیستند با این توانایی هایی که ما از ایشان سراغ داریم مراسم را به صورت مرد و پسر مختلط برگزار میکردند جایزه اسکار رو از بین نامزدهای اصلی اسکورسیزی، اسپیلبرگ، کاپولا و غیره جهت الگوسازی به فرج الله سلحشور تقدیم می مانع ورود امی آدامز به سالام می شدن و جنیفر لارنس رو با چوب دنبال می کردن. اسکارلت جوهانسون را هم میدادم به ما ما خودمون میدونستیم چجوری با باهاش برخورد کنیم به هر حال این نوع استقبال هم خودش یک نوع نوآوری است اینکه یک نفر را دعوت کنیم و بعد از ورودش جلوگیری کنیم امیدوارم لاقل وسایل جلوگیری از ورود مهمانان ممنوع اعلام نشود و همچنان شاهد این گونه برنامه ها در آینده باشیم اتفاقا از این روش می توانیم در راستای به دامانداختان مجرمین و افراد مسئله دار هم استفاده کنیم با ذکر یک نمونه شما را با ابعاد این روش پیشنهادی بیشتر آشنا می کنم فرض بفرمایید بنده به عنوان یک شخص معلوم الحال و آلت دست بیگانه به مراسمی دعوت میشم که قرار است در آن مراسم از من تقدیر و تشکر به عمل آید من را هم که میشناسید برای سکه بهار آزادی از جشنواره امار هم نمیگذرم چه برسد به مراسم تقدیر و تشکر پس با سر در مراسم حضور پیدا میکنم و وقتی از در سالن وارد میشوم مامور حراست میپرسد آقای فلانی میگویم بله خودم هستم میگوید قربان دسته خیلی لط کردی اومدی راستش خودمو حوصله نداشتیم بیاد بعد به ما دستبند میزنند و با هم می رویم آنجایی که عرب نینداخت روزنامه هم تیتر می زنن تنس نویس روزنامه های زنجیری به چنگال ادارت سپرده شد به این ترتیب می شود بقیه روزنامه نگاران هم به دام انداخت چون به هر حال همه این بندگان خدا به نحوی به سکه دلبستگی دارند و حتما با پای خودشان در مراسم حاضر شده و به چنگال عدالت سپرده می شود جا دارد در پایان از همه افراد، اخشار، گروه ها، سازمان ها، نهاد ها و دانشگاه ها خواهش کنم وقتی کسی را دعوت می کنید پشت دعوتنامه قید کنید که قضیه چگونه است مثلا بگویید شما به فلان مراسم دعوتید ولی راه نمی دهیم ما گفته باشید یا بنویسید شما به فلان مراسم دعوت شدید هر گونه عواقب ناشی از حضور شما در این مراسم به پای خودتان است و ما هیچ گونه مسئولیتی نمیپذیریم حالا اگه جرأت دارید در مراسم حاضر شوید و حالا کارتون های امروز کارتون رضا جنگی در روزنامه اعتماد کارتون جواد تکجو در جام جم پارتان حمید صوفی در خبرگزاری ایسنا محمد رضا میرشاه ولد روزنامه قانون محمد علی خلجی مردم سالاری فیروزه مظفری روزنامه شرق محمد تهانی روزنامه آرمان کارتونی از علی دیواندری کارتونی دیگر از فیروزه مزفری در روزنامه جهان صنعت کارتونی از مانان استانی و در پایان کارتونی از توکان استانی این بود بررسی روزنامه های سهشنبه امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه همونطور که میدونید برنامه امروز در صفحه فیسبوک برنامه با آدرس facebook.com مرور مطبوعات که براتون زیرنویس هم شد آپلود میشه به این صفحه سر بزنید و اون رو لایک کنید و برای معرفی به دوستانتون رو شیر کنید در این صفحه هم به آرشیو بررسی روزنامه ها دسترسی دارید و هم میتونید نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو در مورد این برنامه با ما در میون بذارید تا فردا ایام بکام شب روزتان خوش